خانم حسین واجد نخست وزیر کشور بنگلادش در مصاحبه ای که با خبرگزاری فرانسه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک داشت به خاطر مسئله پیچیده و بغرنج پناهندگان روهینگیا از کشورهای غربی انتقاد کرد و گفت همه ی بار مسئولیت بر دوش کشور اوست وی تاکید کرد که روهینگیایی ها به ویژه زنان و کودکانشان در شرایط بسیار سخت در کمپ های بنگلادش زندگی می کنند تا جایی که حتی ساکنان محلی منطقه نیز از این مسئله به سطوح آمدند. ایشان از اینکه کشورش به خاطر بحران های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و جنگ با اوکراین با کاهش کمک های بینون مللی روبرو شده است ابراز تأسف کرد. گفتنی است که در سال 2017 نزدیک به یک میلیون مسلمان روهینگیایی در جریان حمله نظامی مرگبار در میانمار از این کشور گریختند و به کشور همسایه بنگلادش پناهنده شدند این در حالی است که بنگلادش پیش از این میزبان بیش از 100 هزار روهینگیایی بوده که در اثر سرکوب و قتل آمهای پیشین میانمار علیه این اقلیت مسلمان به این کشور پناهنده شده بودند.